همکارم بابک اسحاقی از تلاوی با ماست. بابک، بیشتر از این توانایی جدید و همکاریایی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی شکل گرفته برامون توضیح بده. بیشتر از آن که از این توانایی ها باید صحبت کرد، از این باید گفت که بعد از حملات بیشماری که به اسرائیل نسبت داده شده در سوریه برای جلوگیری از انتقال سلاح از جمهوری اسلامی به سوریه و از سوریه به سوی حزب الله لبنان، می‌بینیم که حزب الله در این راه نسبت به این افشاگری که در والا نیوز چاپ شده موفقیتی داشته و توانسته که سلاح‌های پیشرفته بیشماری را به از طریق حزب سوریه به حزب الله لبنان جمهوری اسلامی برسونه. یک مقام ارشد امنیتی در مصاحبه با والا نیوز مدعی شد که به تازگی زرادخانه تسلیحاتی حزب الله شامل موشک‌های ساحلی نیز شده که میتونه کشتی‌ها و دکل‌های گاز اسرائیل را تهدید کنه. دکل‌های گاز اسرائیل به ویژه در مرز دریایی و اقتصادی با لبنان قرار دارن و در تیررس این موشک‌های حزب الله قرار گرفتن. این نشان دهنده موفقیت این سازمان همانطوری که گفتم در انتقال سلاح‌های پیشرفته از ایران و سوریه به لبنان هستش. این منبع همچنین افزود که در جدیدترین ارزیابی که به یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل ارتش ارائه داده، تلاش حزب الله با حمایت جمهوری اسلامی در سوریه برای دستیابی به تسلیحات پیشرفته در عرصه دریایی عنوان شده. این در کنار تلاش اونها برای دستیابی به موشک‌های زمین به هوا به منظور تهدید کشتی‌ها و هواپیماهای موشکی ارتش اسرائیل هستش. این تهدیدات از سوی حزب الله به چندین فرایند نگران کننده دیگر برای اسرائیل می‌پیونده، از جمله همانطوری که گفتید افشای طرح نظامی مشترک جمهوری اسلامی، حزب الله و گروه‌های فلسطینی به منظور هماهنگی اقدامات علیه اسرائیل در چندین صحنه. نمونه اون را در حملات لبنان و سوریه دیدیم و ایران اینترنشنال هم افشا کرد که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان کاملا از حملاتی که هفته پیش از سوی لبنان و گفته شد که از طرف حماس که در لبنان هستش به سوی اسرائیل پرداخت شده، کاملا با اشتراک هماهنگی و پشتیبانی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان انجام شده. یکی از اهداف اصلی حزب الله دستیابی به سامانه موشکی هیخنوت ساخت روسیه واقع در سوریه هم هستش. این تلاش قبلا توسط ارتش اسرائیل افشا شده بود، اما اکنون منابعی در سیستم دفاعی اسرائیل ادعا میکنن که تغییرات خاورمیانه و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به روسیه ممکن هستش که این امکان را فراهم بکنه که حزب الله لبنان به این موشک ها هم مجهز بشه و نگرانی های اسرائیل را افزایش بده. لازم به تذکر است که ارتش اسرائیل در یک ماه گذشته ماموریت های دریایی خودش را در ابعاد مختلف برای جلوگیری از این حملات افزایش داده که میتوان به پرواز هواپیماهای اسرائیل با هدف جمع‌آوری اطلاعات از سوی حزب الله در عرصه دریایی اشاره کرد.